جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی داخل و خارج از ایران ضمن حمایت از تحریم انتخابات 1400 خواستار تغییر بنیادین در قانون اساسی شدند. در همین حال میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز ایران میگوید در کنار مردم علیه انتخابات مهندسی شده می‌ایستد. مهدی آرامی و جزئیات بیشتر. در آستانه انتخابات 1400 شماری از کنشگران مدنی و سیاسی داخل و خارج از ایران ضمن خواست تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران بر اهمیت تغییر اساسی در ساختار قدرت و تغییر قانون اساسی تاکید کردند. چهره‌هایی همچون فائزه هاشمی، مهدی نوربخش، یاسر میردامادی برخی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که وضعیت کنونی مهندسی انتخابات فراتر رفته و جامعه شاهد بازگشت حکومت مطلقه به وضعیت دهه 60 و انتخابات تک قطبی در آن دوران است. دعوت به تحریم فعال و هدفمند انتخابات در این دوره به شکل بی سابقه گسترش یافته است. به قول نیلوفر غلامی، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی، انتخابات آزاد در ایران معنی ندارد. اول از همه باید بدونیم که ما تو ایران انتخابات سالم و آزاد و عادلانه نداریم. یعنی هر چیزی که هست یه نمایشیه برای اینکه برای خودشون مشروعیت بخرن، به خصوص ارائه بکنن به عنوان یک ویترین خارجی به کشورهای مختلف، همونجور که در جدیدترین نمونه خب میتونم براتون مثال بزنم. در مرداد 98 جواد ظریف در استکهلم نشست و گفتش که اگر ما مردممون رو سرکوب میکنیم پس چرا 73% شرکت میکنن در انتخابات ما و به ما رأی میدن. انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ما در شرایطی برگزار میشود که در طول ماهای گذشته برخی از نهادها و چهره‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌های مختلف و تحریم انتخابات تاکید کردند. کاهش بی‌اعتمادی به صندوق‌های رای و حکومت جمهوری اسلامی، گسترش فقر و نارضایتی گسترده مردم از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تداوم برخوردهای امنیتی، سرکوب گسترده و خونین اعتراضات مردمی به ویژه در آبان 98، پنهانکاری درباره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه، سوء مدیریت همه‌گیری کرونا و رد صلاحیت گسترده نامزدها از جمله دلایلی است که برای کاهش اقبال مردم و دفاع از تحریم انتخابات مطرح شده است. در همین حال میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز ایران در بیانیه اعلام کرد که در کنار کسانی خواهم ایستاد که از انتخابات‌های تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمدند. آقای موسوی که در کنار همسرش زهرا رهنورد در 11 سال از حصر خانگی به سر می‌برد، در این بیانیه که روز شنبه 22 خرداد ماه در وبسایت کلمه منتشر شد، هشدار داد در صورت تداوم بدعت نظارت استصوابی، عنوان جمهوری اسلامی ایران در زمانی نچندان دور بی‌معنی خواهد شد. مهدی آرامی، صدای آمریکا.